بعد که مغول ها آمدند و در مراغ چیز کردن و قوز ها آمدند به آذربایجان و این زمان ترکی اینجا رایج شد و اینها، خب شعرهای تبریز چرا یه بیت ترکی نگفتن؟ یه بیت من نشون بدیم همه حتما پس بگیرم آقا، یه بیت تا روزگار شاه اسماعیل صفوی. صاحب تبریزی، قطران تبریزی، عرض می کنم که شیخ شبستری، تمام اینا در این منطقه یک بیت چرا ترکی بر جای نمونده؟ این دیگه عرض می کنم از موضع نادانی دارم جهل عرض می کنم، می خوام شما من راهنمایی بفرمایید. آیا اون زمان فارسا ترسونده بودن ترکا رو؟ شمشیر کشیده بودن که ترکی ننویسین؟ خود ترکا تو شمشیر دست ترکا بوده هزار سال. یک مطلب. مطلب دیگر این که چرا آتاتورک نتوانست این رو خط رو بنویسه؟ این هم چون نمیدونم عرض بکنم بنده راهنمایی بفرمایید. مشکل دارم من، چرا آتاتورک آمد و وقتی به آتاتورک خواست هویت برای مردم ترک درست کنه در ترکیه، اون ما ترکی درست هم میگه، حالا بیا براش آرشیو ملی درست کن. اومده سلطان سنجر هم از ما گرفته و عرض میکنم که برده گذاشته تو آرشیو ترک و قزل ارسلان و همه ی حرفا. بعد این نمیشه با این زبان شروع کرده ای بی سی دی بکنه، ای بی سی دی انگلیسی. یه مطلبی بوده که ظلم فارس نبوده. این یک مطلب. چون خیلی دلم سوخت دیشب، واقعا ناراحت شدم بابت اون دیشب، دیپرس بودم تا صحبت هموطن عزیز. مطلب دیگر این که پس چرا در تمام این تاریخ این صحبت مطرح نشد؟ یک مرتبه بعد از مشروطه به این سو اینها مطرح شد. در دوره استبداد رضا شاه که البته همه این عقده و ناراحتی ها از اوست، چون شما چیزی میشنوید از اختناق در روزگار این بزرگوار، خفه کرده بود آقا هم ملتو. ظلم ایشان و استبداد ایشان به ترک و فارس یکسان بود که ظلم خاصی رو ما سراغ نداریم که حالا مثلا در حق این نفر ترکی صحبت میگرده اینه بیارین به خوابون شلاقش بودین حقش رو بخوریم. این آقا به گمراهی افتاده بود، رضا شاه هم بی‌سوادی بود، میخواست نیشن استیت درست کنه، یک ملت واحد، یک پارچه با زبان واحد. این اشتباه این سبب شده که این حرفا پیش بیاد. از اینجا شروع شده مطلب گرفتاری و بدبختی ما اندیا شده شده این داستان ترک و فارس. هیچ مطلبی ذهن بنده، شخص بنده و احرام مشکلی رو بیشتر از این ناراحت نمی کنه که هموطن من میگه من ترکم تو فارس. با این همه سوابق که هست که نمیدونم چند هزار سال و چند هزار جلد کتاب و چند هزار نبرد ما با هم کردیم، ما فارس زبون و ترک زبون برای نگه داشتیم مملکت، حالا ناگهان بعد از نمیدونم چند قرن حالا روبروی هم ایستادیم تو ترکی، من فارسم تو ترکی، تو به من ظلم کردی، شما نیستی فلان حرف، ما میخوام چیز کنیم جدا کنیم. خب این شاه عباس مگه ترک نبود؟ آقا زمان رسمی دربار صفوی ترکی بوده، در همون روزگاری که زبان رسمی دربار عثمانی که ترک پدر ترک بودن زبانشون فارسی بوده، زبان مغولای هند هم زبان ترکی بود، فارسی بوده، زبان ایران اینا انقدر ترک بودن که زبان رسمی دربارشون هم ترکی بود. پس چرا 360 جنگ با ترکا کردن همین ترکا که اونا رو بیرون کنن از این مملکت؟ این چیزایی که من نمیفهمم، واقعا نمیفهمم. آقا این اسم آذربایجان رو کی گذاشته؟ آذربایجان، حالا آذرآبادگان و آذرپاتگان و نمیدونم این چیزای پهلویش هم پیشکش. خود این سرزمین این مملکت بوده، اینا مردم این مملکت بودن. بر گذشت زمان شرایط جامعه متغیره، یکی زبونش ترکی میشه، یکی زبونش انگلیسی میشه، پس باید ادعا بکنن همه آفریقایی ها انگلیسی هم بود، جسمشون فرانسوی هم نیستون انگلیسی. اگر بنده اومدم در تبریز همچنان که بودم و نشستم و بعض فرزن از بنده مثلا بچه بود و اینا اگر ترکی صحبت کرد تکلیف چیه؟ این فارس یا ترکه؟ اینا مفاصلی است که حاصل دورهای استبداد اخیر همسان.
که شما بخواید به زور یک چیزی رو تحمیل کنید. از سوی دیگر هر کشوری در جهان، البته کشورهای دموکراتی هم همینجوره، یک زبان رسمی داره. حالا شما میفرمایید که زبان ترکی بهتره، خب بیاین هممون ترکی صحبت کنیم، منتها مطلب نداریم باش بگیم. چجوری میخوام لغات نجومی رو به ترکی بگیم؟ لغات ریاضی، لغات فلسفی، لغات هندسه نداریم، نوشتاری نداریم، آخه گرفتاری اینجاست. هر کشوری یک زبان رسمی داره. هند تشریف ببرید، دو تا زبان رسمی داره توی قانون اساسی هم نوشته، زبان هندو و زبان انگلیسی. هندو تدریس میشه ولی هر گوشه مملکت هر کس زبان خودش رو داره. این ظلمی نبوده فارسی درس دادن در آذربایجان؟ من فکر نمی‌کنم ظلمی بوده. آقای مملکت ایران و زبانش هم فارسیه، خیلی خوب الان زبان زبانی بده، مگه چه اشکالی داره؟ من هر کی می‌بینم لهجه ترکی داره قبطه می‌خورم که آقا چرا من زبانی که ایشون بلده من بلد نیستم؟ البته بلدم یک کمی بلد شده بودم، فراموش کردم یه وقت اومدم آمریکا قاطی شد با انگلیسی و اینا، فراموش کردم. که زبان فارسی تدریس نشه در آذربایجان، خب یه دیوار رو که اول جداش می‌کنن، آقا ولی تو کار زندگی شما هم یه فارسی دست بگیرید، یه زبان فارسی بوده، اجداد ما بوده، اجداد شما بوده، ما فارسی صحبت می‌کردیم، بعد زبان ترکی اومده، یه زبان رسمی مملکت باید داشته باشه. و زبان بومیش هم صحبت کنه، دندم درس بخونه، هر کاری دلش بخواد بکنه. نمیشه که مملکت زبان رسمی نداشته باشه که. یعنی میشه همچین چیزی. که شما تو آمریکا برید توی منطقه‌ای که به هیچ وجه در وجود زبان رسمی نباشه، هر کسی چیز داره میگه، نمیفهمیم هم دیگر رو. یکی اینکه ایشون میفرمودن که اقتصاد آذربایجان خراب کنن که ترک‌ها فرار کنن برن جای دیگه و نژاد ترکی کم بشه. من فکر کردم این مطلب درست نیست، چون ثروتمندترین آدم های تهران برادران آذربایجانی ما بودن که زن به بقالی داشتن، کیمچه داشتن، فرشورچی داشتن، میامدن چون بیزنسمن های خوبی بودن، میامدن در محل تجارت کسب تهران بود. این ظلم فارسا نبوده که آمدن که نمیدونم در چیز خودت. من این چیز داره نمیفهمم، چون نمیفهمم خواهش کردم که یک کسی به من زنگ بزنه خصوصی ما رو تعلیم بده. آقا بنده قبول میکنم که رضا شاه دیکتاتور بود، کاری هم که محمد رضا شاه میکرد، رضا شاه در باب آذربایجان نسبت به قضیه زبان زیاده روی بوده، اما ما هم از یک سر زیاده روی بکنیم که عرض میکنه مغلطه است، یعنی در مقابل یک عمل بدی عمل دیگری بکنیم. آقا ما برادریم، آقا نگاه کنید به زمان مشروطه، نگاه کنید به قبل مشروطه، نگاه کنید که چگونه همین تبریز قهرمان چند بار عثمانی‌ها رو خود تبریز قبل از اینکه سپاه عرض میکنم قزلباش از با حرکت کنه ترکا رو میذارن بیرون میکردن. این چه حرفی است؟ علمی نیست، این حرف در پایه استوار نیست.